به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده عزیز تلویزیون آریانا. بسیار خوش آمدین به یک دیگر از گزارش های ما از شهر باستانی هرات. مطابق به درخواست خیلی از بیننده های نازنین، امروز آمدیم به دولت خانه، ساحه تاریخی دولت خانه که جز نخستین محلات هرات باستان و هرات قدیم بوده که هنوز خانه های گیلی و امان فرهنگ گذشته در این منطقه به چشم میخوره. در مورد دولت خانه بیشتر اگر ما این بدانیم خاطرات قدیمی شما تازه بشه، ما رو همراهی بکنیم و گزارش ما رو تا پایان ببینین. قبل از عرض بکنم خدمت شما که به می اول گزارش چینل ما رو سابسکرایب بکنیم و همچنان لایک بکنیم گزارش ها رو و کامنت حتما برای ما بنویسیم. ما رو همراهی بکنیم، ابتدو صحبت میکنیم با اهالی محل. سلام کوکو جان، خوب این صحتمنده؟ خوب هستم، خیریات برای برادری. خوش شکر، زنده باشه، ممنون شما. نام شما؟ زبی الله. زبی الله، چند سال میشه کوکو جان شما در دولت خانه زندگی میکنید؟ از کلونا که حساب میکنیم 500 سال میشه که ما به حساب کلونتری دولت خانه به دست کلونا ما بوده. از ابدا پشت که به کلونا ما گفتم که تا به دوری ارباب رسیده ابدا پشت اربابی بوده و دستینا. بسیار خوب، 500 سال خانواده شما به همین چه زندگی؟ 500 سال میشه که هر با من دیگه از اون که بودم جلوتر دیگه من خبر ندارم. خیلی خوب، چرا اینجا دولت خانه میگم، شما چی دوره های به اینجا یاد میدیم و کمی از ویژگی های من محله بگیم؟ این بوده که همین دولت خانه که به صبح پایگاه دولت بیده این منطقه بفهمیدیم که هرچه که به صبح وزیر و وکیل و اینا بیده و این منطقه دولت خانه چیزم بیت العمون به صبح که بیت العمون میگفتم اونجا جایی که بوده که بسو امیر علی شیر نوایی هم از دولت خونه بوده، چیز مولانا عبدالرحمن جامی هم از دولت خونه بوده، تولد اینا هم دولت خونه بوده. فهمیدیم خیلی بزرگای سابق که بوده همین دولت خونه به نام دولت خونه یاد میشد و بیدم دیگه اینا. پس اینجا خیلی به اصطلاح منطقه با کلاسی بوده به مو قدیما. همون سابق که بیده همی رقم بیده هم همون اشراف زادگان به اینجا زندگی. بله یا درسته. فعلا در چی وضعیت دولت خانه به سر میباره؟ حال فعلا سعی میکنیم به تمام همین شهر ایراد که اول نهی اولی گفته میشه تمام همین شهر ایراد از طرف دولت یا از طرف هر پروژه که ساخته شده او آماده شده، اما اینجا دیگه من نمیفهمم چی تاثیره که ضربه به تاثیر همین دولت خونه خورده و این منطقه نه همین یک دفعه سعی کنیم زمستون ما از این کوچه رفته نمیتونیم رو به این پالال نه بیامدم کمی را بیامدم باز نیم کاله گذاشتم تمام همین مردم به او گیل و دگه دگه بدبختی اینا رو بسیار کسی متوجه نمیکنه که دست از کجا کار میکنه که اینجا ضربه بخوره. درسته، تشکر. باز برمیگردیم به شما، میشه که شما بیایم امیت خود شما قدم زده بریم که سایه قدیمی رو ببینیم، معرفی داشته باشیم؟ اسم محمد نعیم، وکیل گذر دولت خونه. بسیار خوب، وکیل صاحب شما چند سال میشه که به دولت خونه زندگی میکنیم و این خانه ها چریت خراب شده و به هم ریخته و بر صورت چپه شده به اصطلاح، این طرف تر بیاییم؟ پشت خوکم ها یاد بیدیم که همیجی بودیم دیگه، از اون طرف هم بوده کرونا و همیجی سکونت داشتن. این هم احتمالاً یکی از محلات و ساعت قدیمی بوده. اینجا چای اوش کنیم به چا نفتکیم. خب بیایم وکیل صاحب جلوتر که خودش ما یک لوکشن بیتر پیدا کنیم که خسته بکنه. رو به دوربین استاد بشیم که ایتر براه تر باشین. فیلن به خارج هم به ایران هم بسیاری این خونه مورسی از چند نفره، از یک نفر هم نیم سابقی تا بوده که بمید درونده که بوده بودن ده خونه و بیس خونه زندگی میکردن، هر کس خونه داشته، تخبا می داشته، خلاصه زینه داشته، یعنی آثاری هست مثل حالی نیست، بودن بمید ده فامیل زندگی میکردن. خیلی خوب، از تغییرات دولت خونه بگیم، شما چند سال به اینجا زندگی کردیم و چی دوره ها رو یاد میدیم؟ آیا فعلا تغییراتی در ساخت و سازها و سبک زندگی بیامد یا نه؟ متولد 1333 هم تاوار خبیجی زندگی میکنم. تغییرات آماده ولی ها چرا نه آماده؟ من تا البته به دولت خونه تنها نه به نهی اول شد ولی که به حساب ما که دولت خونه هم جز از اینه به ایتالان هم همین تواصل عتیقه داره که خونه سابق باغ مراد هم توجه که به دیگه نهی ها میشه گذرا میشه به نهی اول خصوصا به بیت العمون و دولت خانه و بیت العمون و باغ مراد این توجه خاصی نمیشه برای از اینکه
بعضن چرای امیریات میبینن جو 30 متر میبینن دم ولایت اینا میبینم که بلم جمع نه اول بلند منزلا رو میبینم فکر میکنم ای تا جار نمیبینن که تا پارسال مردم زندگی میکنن داخل کل به فقیران همین خونه تا پارسال نفر زندگی میکنن این بارندگی چیزی شد چپه شد یا چپه کرد دیگه بالاخره از کس از واسه نشد اونی او میگه نفر تیار کرد میشیش آخر بولم بیت نگه برفت حالا به پینده میشینه اینا از سابقه اون 75 سال سن اینا اون تا رودخانه غرامت چی داره که چند تا از بزرگ از سابقه حتی خونی امیرعلیشیر نوی که آثاری هسته فیلند به پینده و اون دولت میشیش نمیم اینجا که امال آسان اونا جمعی هم اینجا اونا جمعی هم اینجا بیدن بعد یاد از این میخوایم که قصه بکنیم امیت خود شما بریم که تحرک دیشته باشیم و بخش های مختلف بمیره مردم هم نشان بدیم از ساکنان بومی این منطقه چقدر باقی مونده و آیا در این چند سال افراد دیگه هم به این منطقه برای زندگی کردن آمدن یا نه؟ بله ها. ما سابق که اینجا بودیم دو تا دربندی بود که یک دربندی بالا بود یکی پایین چون این دربندی ها سابقه بوده که این وقت 50-60 سال پیش دربندی ها شایسته میکردن مردم برای محافظت خود نگه این دربندی ها کنده شده و زمین زیاد بود ما و اولا به دوله خونه حدوداً 500-400 خونه بیشتر نبودید حال حدوداً زیر 2000 خونه ببین زندگی میکنم کاکا جان بیایم شما هم که با شما هم صحبت بکنیم و صحبت های دیشته باشیم چقدر خوبه هم کلام شدن با مردمان قدیم و مطمئنم که صحبت های شیرینی هم دارن سلام کاکا جان خوب این صحتمنده دیم سلامتی هم خوبه زنده باشیم زنده باشیم معرفی کنی ناصر قاسمی ناصر قاسمی آقای قاسمی شما چند سال میشه به دولت خونه میشینید؟ ما از عمر خو عمر رو بمیجیم بله چند سال هست؟ 63 ساله 63 سال میشه بمیجیم بله خیلی خوب بیایم شما که اینجا یک شوخی هم بکردن گفتم اینا کلونتر هم ما 67 سالم تو از ما یک سال کلونتری تو 68 ساله میشی خیلی خوب بیایم که جمع ما کمی جمعتر بشه که پیرمردا قدیم گیر کردیم اینجا 67 سال دیگه بود بیایم شما بیایم شما احتمالا حال خب برصوره در کدام احتمالا نواسه هم دیشتا باشیم بچه بودیم که همین جمع بزی بله ما بچه ها خود دیگم وقت بجل بزی اینا دالون سر پیشیده بود همه از اونجا تا اینجا دالونی بود دیگه پشت دالونی بود که روز مگر روشنایی میکردن یا سر آدم به دیوال میخورد که عباس این دالون پارسال 3 سال میشه خراب کنه درسته از انبزی ها شما کی نمی از انبزی ها ما دیگه ما ناصر هستیم ما مذبی الله هستیم هم رفیق عسکری هم رفیق انبزی ما و اینا دیگه اینجا کسی نیه ما این سه نفر هم انبزی و هم عسکری بر رفیق عسکری هم بله چی بزیا بود وقتی که شما کودک بودیم و بچه بودیم ما که کودک بودیم همین دالون که میبینیم تپه به تپه هر که بچه ها گله داشتن و خوب بجل خیتیک میزدن بجل وزی میکردن گله چی میکردن شما چی خاطرات دارین که کجا؟ از خاطرات همی بچه ها وقت هر کس بود بعضا گله خوش داشتم بعضا پهلوانی خوش داشتم چند رشته کارهای بود بعضا نگه کارها و ایسا مردم زور زراعتکار بود اینجا برنا بود و زراعتکار دولت خونه که بود تمام مردم دولت خونه هم زراعتکار بود هم برنا بود هم تمام ایراد تخمین 35 دربند دکون سبزی فروشی بود یک دکون از دگجا یک دربند دکون از دگجا بود تمامی از مردم دولت خونه بود همه لوجستیک ایراد بسته به جمع دولت خونه بود خیلی خوب باشه که از اینام پرسان کنم معرفی بکنیم شما محمد حسین زاده آقای حسین زاده شما هم بزی داشتیم به بین از این جوانا دیگه تقریبا ما بچه ها زیر دست از اینا بعد از اینا خب ولی نام خدا اینا جوانتر موندم از شما خب دیگه باز ما مثل که این مهاجرت و گرفتری های آلک و اینا باز به کمی وزیدگی تر زندگی کردم و امنیت بیشتر داشتم وقتی زندگی کردم وقت جوانی آخر مثلا به امنیت به سر بردم ما دیگه که ما که بسیار به این امنی و اینا دیگه باز ما زودتر پیر شده انشالله که دل شما جوان باشه چند سال سن دارین؟ حدوداً 50 سال میشه دیگه از ما کجا مهاجر شدیم چرا؟ دیگه به واسه یک وقتی که اول انقلاب که به حساب مکتب میرفتیم و اینا ما را از طرف مکتب به حساب خود ضابط و اینا گرفته بودم به همون علت ما آمده شدیم گفتیم نریم به حساب انقلاب ضابطی و اینا به درد ما نمیخوره از طرف والدین اینا دیگه به حساب قبول نکردم مهاجر شدیم به طرف ایران و گفتیم 63 سال ولی آشان همین 63 سال سال 54 هم
21 ساله. 21 ساله. بله 21 ساله هم یک آخه خانم ها میشرمم. آخه خانم ها میشرمم از سن خود. 21 ساله 50 بم تذکرم هم نوشته 21 ساله 54. من ترخیص کنه گرفته بودم. 67 میرم. خب همین 67 سال که شما به می کوچه پس کوچه و دالونا همین منطقه دولت خانه همین جی خودی هم خورد کردن شدیم. ایشته تیر شد. خیلی خوب. بم چند ساله که 40 ساله بم چیزی تیر شده دیگه. بم گندگی. یعنی به خوب تیر نشده به خوبی. که تیر شه. همیشه انقلاب. همیشه انقلاب و بالیو. همین ساله که انقلاب و بالیو. از اون وقتی که من به 50 پرسی کردم تا بالا من انقلاب. خب از انقلاب بگیم آثار انقلاب هم در شما انقلابیون دیده میشه یا نه؟ بله. یک روز کمی ماست هم مسجد مار دردم. همین که طالب ها آمدم خودم که ما بلاشون خودی به چی از اینا؟ به چی از اینا بود؟ این دونه پا به دست آمدیم خشتا میلون موندم و دست می دادم 2000 نفر هم میگی بیدم. همین 2000 نفر شکست شد. شکست خود. شکست خود در رد طالب ها می آمدم پیل کردم. همین یک شاجر به جون مخلی که یک هم نخوب بودم. پارچه هم همین به تومان همین تا سلاخ سلاخ شد. یعنی هیچ مرمی و پاشم حسابت نه؟ گیر نکم. چرا؟ خدا خواست خدا بوده. بالی مسجد بودم. از شما چرا آخه طالب ها چرا بیامده بودن که مسجد خراب کنن؟ خب اینا دستور بود دیگه از طرف همین کسانی که دشمن قرآن و خدا و پیغمبر چرا قرآن دردم چرا مسجد خراب کنم؟ خب اینجا بیامدم خدا بری ما یاری کرد ما مقاومت کردیم مرمی هم بخوردیم بچه مثل مرمی خورد که بسا باخیر بردم به ایران تداوی کردیم اینجا کنا شد. فعلا باز یک تاریخ عجیب غریبی ما شما داریم. باز امیررضا به یک جای رسیدیم که باز بحث آمدن طالب در افغانستان مطرح شده. تجربیات شما بیشتر از ما داریم چون سن و سال تیر کردیم و انقلابای مختلف سپری کردیم. به این شرایط هرچند نمایم گزارش ما سیاسی بشه، به عنوان شهروندی که مسکونی این شهر مرقه ابراز نظر داریم، به این شرایط آمدن طالب به نفع مانه؟ نه به نقص مانه. به نقصه. چرا به نقصه که بیاین که زنکو خونی خود در نشم برم مطب نقصه. همین دکتر رو نقذار مطبار خراب کنم نقصه. درست. شما چی فکر میکنید؟ تا همین چیزی که آقای قاسمی گفتم اونا به رشد جوان ها به رشد بشریت نیم دیگه اونا زد بشریت هم زد جوان های هم که بینو حساب میگم اما هرچی که ما دستور میدیم از ما پیروی کنم. درست. ما به 20 سال دیگه از سال 2001 یا 1381 طالبا رفتن و بازی حکومت جدید آمد حال 19 سال میشه از حکومت. خب ما شاهد از این بودیم که پیشرفت های زیادی بود. در خانواده شما چند نفر از اولادا شما یا برادرزادا شما اینا تحصیل کردن و رفتن درس خوندن؟ از خیلی چند در 15 نفر رفتن درس خوندن. از شما اشته؟ از ما تمام به شما درس خوندن. بله یا سمپ 16 و اینا رو هم گرفتم بسو. و از شما؟ از ما هم همچنین شما تحصیل بکردن هر اگر ایت مقایسه ای بگیم با وصف همه مشکلات دوره خیلی خوبی بود دیگه برای رشد و شکوفایی نسل جوان و آزادی ها. مشکلات نمی جنگ هست دیگه. جنگ دیگه هست مدر نشی دیگه دعوه میگم به جنگ و حلوه بخش نمیشه. بله به سر جنگ و حلوه بخش نمیشه دیگه. از این دغدغای ذهنی خو گفتیم الان بیایم ببینیم که مردم دولت خانه چی اونرای دارن. از اونرها بگیم کی داریم به اینجی که مثلا شاعر داریم شما کسی که اهل موسیقی باشه داریم نداریم؟ نه بابا هیچی نداریم. از موسیقی نداریم استاد داریم. در چی حوزه؟ در پانتون و در تمام می چیزا لیسا و اینا که هست استاد داریم. استاد دینی داریم. مدیریت و اینا داریم بسیار. از اوزا دکتر داریم، اوزا علمی داریم، از همه داریم، از موسیقی نداریم. صحیح، تشکر میکنم از شما. خداوند شما عزت بده و چقدر شیرین بود با شما که همبازی بودیم روزگار. امروز هم همون رفاقت ها خورداریم، این خیلی مهمه. امروز خال رفاقت هم خیلی مکم. بله بله. بله هست بله. همونطور که شما خورد خودی هم کلون شدیم عسکری کردیم و بچه بودیم این روزگار به می کوچه پس کوچه ها با هم بازی میکردیم سطری میکردیم. امروز نواسا و بچه شما به میجید. بله 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 بله. که کلون ها بریم و گفتم اگر یک نفر به یک روپی میخری به یک ازالدک میخری به پول و حساب یک وقت فکر شما باشه که به یک روپی بنا فروشی.
پس رفاقت خیلی پیوند مقدس و پاکی. خیلی عزیز بیتر دیگه چیز نمیشه دیگه. ایشته میشه یک رفیق محکم باشیم بر زندگی. پاک باشیم. فهمیدی؟ رفاقت که پاک باشیم. پاک باشیم، از چیشون پاک باشیم، از دیگه مشکلات های دیگه ما پاک باشیم. میتونیم رفاقت با آخر برسونیم. ما بسیار رفیقای دارم از این بیرون از شهر. که همیتا هست که صبح مدام به چیز هم که برادر دینی هم دیگه صبح بینون از این راستگویی صداقت و هم نگر امون خود از اون میشه که به صبح بتونه امون رفاقت نگاه داره تا واخه. بسیار عمالی تشکر. رفاقت همه شما پایدار باشه. می اتفاق و اتحاده که داریم خیلی لذت بخشه. واقعا وقت شما در شهر قدیم میاییم به قول امیرجان صبوری یک شعر داره که میگه به مو خانه های خام عشق پخته داشت. عشق پخته رو واقعا شما میتونید در اینجا پیدا بکنید. اگر خانه ها مخروبه ولی دل ها بسیار مستحکمه و مردمانی که در این ساحات زندگی میکنن با عشق و علاقه هم دیگر رو دوست دارن، طوری که 60-70 سال در یک کوچه در یک دیوار و حتی سر یک سفره با هم نون خوردن زندگی کردن در غم و شادی و همه چیز با هم بودن. که هنوز ما خوشبختانه در افغانستان داریم و این خاطرات شیرین و فوق‌العاده‌ای که به یادگار میمونه. من تشکر میکنم از شما که با ما هم صحبت شدیم. باشه که کمیدگان صحبت کنیم. سلام، وقت شما خیلی خوبه؟ علیکم، شما خوبه، خوشحالم، خیلی خوش آمد میگن که انشاءالله شما آمدیم به این منطقه دولت خونه و بالاخره به این خرابه و اینا آمدیم، خیلی خوشحال شدیم. تشکر. میگم گنج در خرابه مثل شما. دیگه خواهش میکنم، چیزی که معلومه دیگه مشخصه دیگه. سلامت، معرفی بکنین. خواهش میکنم، اسم من سلامت نیازی، مقیم فعلا دولت خانه. آقای نیازی چند سال میشه اینجا زندگی میکنم؟ تقریبا 19 سال میشه من فعلا بمیجه. بسیار خوب، چی خاطراتی دارم از این منطقه؟ خاطرهای خوبی که هست، این مردم بسیار مردم خوبی هم، همگی هم بستگی دارم با هم دیگر، بسیار یک میره محبت خواسته دارم و رسیدگی به درد و غم شدی هم دیگر خود زیاد دیدم و در امکانات رسایی هم که نگاه کنیم فعلا منطقه دولت خونه انا دیگه خود شما میبینیم که فعلا تا کدام رسیدگی نشده و در اون حالت قدیمی که هسته داره دیگه. این خوبیت های هسته که واقعا مردم خوبی هم همه هم دستن. خواهش میکنم، تشکر از شما. قربان شما، تشکر از شما. سپاس از شما، سلامت باشیم. باشه بریم کمی کوچه پس کوچه هارم قدم بزنه، ما را همراهی کنیم و اونایی که مهاجر شدن به دلایل مختلف از کشور، خب کدو طرف بره؟ میگم بریم اون طرف، بیایم با ما، بریم خود شما ببینیم که بیشتر جایه. این کوچه ما خود شما میرم قطعه که هر بفتایی بستم. کوچه قدیمی دیگه. کوچه قدیمیه که اینجا حدوداً 20 فامیل زندگی میکردن. این دروازه اینا رو میبینی خاک پر شده. این خاک پر شده. این تو میرین اون طرف خونه برین که سید کنه. خونه قدیمیه. بسیار عالی. 50 نفر بمی خونه زندگی میکردن. بمی خونه. بمی خونه 50 نفر زندگی میکردن. خب بیایم که بریم. میشون کاش که بشه داخل از این خونه بریم. کلی نداریم. کلی نداریم. اما کلی به بیرون اخراج خب ببینیم که چه یک خانه های قدیمی که هنوز آثاری هست در این ساحه و میگن که 50 نفر اینجا زندگی میکردن. مال شما سعی کنیم یک 5 طبق مردمان قرن 21 دارن، به مو 5 طبق یک نفر یا دو نفر زندگی میکنن. همین دالون که میاییم تخمین 50 نفر به این سرا زندگی میکرد. همین تو با آخر خیلی خوب درسته. بیایم که ببینیم چی یک پسکوچه های مقبولی خاطرات همه تازه میشه مطمئنن با این ساحه فوق‌العاده زیبا و این سقف خیلی جالبه. ببینیم که این سقف از چوب کار شده و سقف چوبی هست. این دروازه قدیمی که هی تعداد از اینا کم شده میره و اینا همو ساحات تاریخیه که باقی مانده. 4 سال دو فامیل زندگی میکردن به اینجی. بله. اسم از اینجی چیه؟ اسم از اینجی این خوجام دولت خونه دیگه. نام خانر. نام خانر خونه مرحوم مولا رجب میگن. رجب. و این خونه است که اینجا میتونه بره مولا یاسین بوده که از حدودا 20 تا فامیل مونده.
مولا یاسین از اون 100 سال سن داشته فوت شده. حالا اینجا ما با یه ماجرا دادیم. اینا میشینن این بنده خدا از درسته خانه مولا یاسین. به به چه یک خانه قدیمی پیدا کردیم به دولت خانه؟ هر خونه یک جریب نیم جریب بدون میوالش. سابق ما بودیم 500 خونه، حالا شدیم 2000 خونه. آه دیگه برادر از هر طرف اومدن، چون منطقه منطقه خوبیه، مردم خوبی هن. ما بودن اش مسجد داریم، چی خود مسجد گدواده تو زندگی هم همیتو فعلا مشترک هم. ولی ما بلوج داریم، بندری داریم، کاکر داریم، هلمندی داریم، پرایی داریم، دیگه فرسی زبون، پشت زبون، هر چی داریم. وای تاد هم دلی زندگی نبیتو زندگی میکنه که تمام مردم عوض میکنه. فوق‌العاده ببینیم خیلی راحت شما میتونیم در افغانستان ببینیم که مردم با هم دیگر شکر مشکل ندارن، یعنی از هر قوم و نژاد در کنار یک دیگر زندگی میکنم. حتی این خانه رو دادم برای کسایی که بیجا بودن و جان نداشتن و مردم افغانستان مردم واقعا با اتفاقی هستن، این نباید فراموش بکنیم. ممکن مشکلات در این قسمت وجود داشته باشه که در رأس که ما به اونا کار نداریم. چند تا خونه داریم از اینا در این سایه، این خونه قدیمی اونا در این سایه که فعلا چیزی که موجوده فعلا تقریبا 200 خونه میشه، 100 خونه میشه مدیرم. بله همیت خونه قدیمی ها شیش تا بمونده میشه بریم داخل. خب بیایم داخل، بیایم که ببینیم. بله میرم داخل سعی کنیم که بله چک تو آقای المری نبودن این تو آقا تیار میکنم چینی های نگودشتی و سر تو المری مردم اصل ندشته نمیصافنه. این کلکین ها ورسی بوده بیتا کشه وی تبالا میشد ورسی اونا ورسی میگفتن ورسی قدیمی ها ورسی قدیمی تبالا میشد تا دیگه کلکین و اینا نداشته دیگه. این المری از اینا همین تاقه بوده که رخت خوب خوب میگذاشم کرسی هم کرغی بوده که میکنن اینجا هر خونه یک کرغی داره که کرسی نشتن و کرسی پایی داره میگذاشن کرغی هم میکنن آتش میرختن و نمیشه زندگی خود تو تر میبودن. اینجا بادپکار هم ببینیم، حالا ایسی داریم دیگه، کولرهای مختلف داریم. من این بادپکا قدیمی هرچند من فکر میکنم تویسون از این خیلی تویسون جانانه باشه سرد. خیلی تویسون جانانه دیگه، فقط مثل سردخونی برید تویسون های یه چی مزه میدادم اینجا خوشو بده تویسون یه مقدر گرمه که حاجت به این چیز نداره چون هر پایی از از هر لحظه که نگاه کنید تابستون خوبی داره و زمستون خوبی هم داره دیگه. ولی یک چیزی از حالت سنتی خود شما میفهمید که فعلا بیترتره دیگه. شما میتونیم هر پایه یک زاویه تقریبا 20 سال میگیره 15 سال نه هر پایه از این 60 70 سال پایه داره دیگه. اینا گرمی و سردی بله گرمی و سردی دیگه آدم محافظت میکنه. بله سپاس میش بریم خود شما بیرون که ببینیم دیگه چی دارن اینجی. خیلی جالبه این خونه قدیمی که ما در دولت خانه پیدا کردیم. خب ما دیگه پیشتر نمیریم که باز مزایم ساکنین این خانه هم نباشیم. کاکا جان خوبین؟ شکر شما خوبیم. سلامت باشیم. اسم شما چیه؟ عبدالکریم. از کجا هستیم؟ از این دولت خانه. بسیار خوب. شما چند سال؟ خونه که 81 سال. 81 سال میشه بینیم. شما منبعزی بودیم خود ارباب صاحب؟ من اینا خود بودم و مکلون ده. این روزا هنوز هم میل به دومات شدن نه بابا نداریم بابا آزار ندیم خب صحیح تشکری میکنیم ممنون سپاس به اینجی سعی کنیم که به این چشمی پیتو میگن درسته اینجی کمی چشمی میگن چشمی پیتو بله ها پیتو خونه های پیتو افتو که میگم انیمین های دیگه فرش های قدیمی انداخته و بطی اون از خود من یک بغل میکنم به اینجی من هم اینجی لام میدم چرا آخی ما لام ندیم به اینجی گاه ترمز چای یه هم غطی نسوار ترمز چای قوطی نسوار این چای که سبز میریختم مردم قدیم که هنوز هم اون کار میکنم چای سبز که میخوردن بله نسوار را هم انداختم دیگه اینجا سر میگذاشتم باور شما بشه شمایی که به آمریکاییم به آلمانیم به هلندیم از هر جایی که گزارش ما رو میبینیم همین لذتی که بمی بوده شاید به اونجی نبوده باشه و مردمان قدیم هرات به شکل زندگی میکردن و در واقع سبک زندگی اینو به این ترتیب بوده. تشکر که گزارش ما رو دنبال کردیم. من تشکری میکنم از ارباب صاحب. سلامت باشیم ممنون.
جای بسیار نوستالژیک و در این حال خاطر انگیز و زیبایی بود که در سایه دولت خانه برای شما نشان دادیم. پیام خاصی اگر باشه در پایان؟ دیگه پیام زیادی دیگه اضافه ما رو چیز اضافه گویی نداریم. دیگه از دولت میخواییم که توجهی و میخوره با چیا مردم های مستضعف جای خراب دولت خانه توجهی خاصی بکنم. پیام خواستم همینه که انشالله تمام دوستان دولت میخواییم که انشالله به منطقه دولت خانه که شما آمدیم تشریف آوردیم و دیدیم انشالله یک رسیدگی خواسته بشه که مردم بیشتر با آسایش و اینا باشه. ببینیم که فعلا هیچی آسایش فعلا در امکانات کوچه و پس کوچه نشده و انشالله خواهش همینه دولت در دوستان کم رسیدگی خواسته بشه. سلامت باشیم، ممنون شما، تشکری میکنم چون وقت برنامه ما ختمه. کوتاه بگیم خاطر وقت ما بفرمایید بشینیم که ما بگیم که از نظر امنیت الحمدلله ما از حساب دولتی از اوزی خو امنیتی خو راضیم، دوز نداریم. نمون فعلا 2000 خونه که دولت خونه نه دوز داریم نه آدم خوش. خدا رو شکر که یک منطقه ما رفتیم رضی بودن. از این پلیس امنیتی خو اوزی اول امنیتی که هست ما رضیم 100%. الهی شکر که الهی که تمام دنیا وجب به وجبی کره زمین که خداوند بر انسانو خلق کرده امنیت باشه، مخصوصا در کشور ما که به شدت تشنه امنیت هستیم. من تشکر میکنم که با ما همراه بودین. گزارش اگر دوست داشتین بریم ما بنویسیم حتما در کامنت تا گزارش های بیشتری تهیه بکنیم. این گزارش تقدیم میکنم برای اونایی که گفته بودن بریم دولت خانه گزارش بسازیم. این هم گزارش تقدیم شما قربان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.